سلام به همه موزیکبازهای خفن، چطور متورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون، کانال سرچک. آقا میخوایم بریم سراغ پست چرخ، اما این بار نوبتی هم که باشه نوبت مهدی همدونده. و چه کسی بهتر از مهدی همدوند برای اینکه بریم تو پیجش و کنکاش کنیم و سوژه در بیاریم و دور همدیگه شاد باشیم. بریم بیایم با همدیگه ببینیم چه خبره تو پیج مهدی همدوند. خب همون جوری که میدونین پست چرخ یه برنامه‌ایه که قراره بریم تو پیج آرتیستا و به معنای واقعی بهشون گیر بدیم و یه برنامه فانه دیگه، یعنی شوخیه، اصلا اسمش شوشه، که قراره پست چرخ بزنیم توی پیجشون و امیدوارم از شوخیایی که میکنیم کسی ناراحت نشه، یکم جنبه ها رو ببریم بالا چون اسم برنامه اصلا مشخص فانه. بریم اول ببینیم که سرچ کنیم ببینیم چه خبره. فقط قبلش اگر تا ما رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش فعال کنین، لایک کامنت یادتون نره. اسمش رو سرچ میکنیم، مهدی یا مهدی، مهدی مهراد جمع اومد، چرا مهدی؟ چون فن پیجاش سوم، یعنی اول دو تا فن پیجش میره بعد خودش، یعنی توی نتیجه مهدی رو که سرچ میکنی اول فن پیجاش میاد. میریم تو پیج، 156 تا پست داره، 2,400 خوردی هزار نفر فالوور داره و 27 تا فالوینگ داره. چقدر فالوینگاش کمن؟ بعدن بعد بررسی کنیم ببینیم که چرا فالوینگاش کمن، اصلا کیو فالو کرده. پستاشو ببینیم چه خبره. پستاش یه رنجیه که من تو همین الان اسکولی که دارم میکنم چند تا سوژه پیدا کردم برای گیر دادن. اولین پستی که سنجاق کرده مربوط میشه به اون اجرایی که توی اسمش یه استادیوم آزادی داشت، یکی از آهنگاش رو فکر میکنم، چند تا از آهنگاش رو نوشته که این زیباترین صحنه زندگی منه. خب ما مجبوریم خیلی از آهنگا رو میوت کنیم چون که هم خود مهدی همدوند عزیز هم مهدی کور جفتشون هم مهدی هستن، جفتشون هم علاقه زیادی به کپی رایت دارن، پس ما آتو دستشون نمیدیم. این اولین پستشونه. میریم دومین پست، چه خبر خوبین شیطونا، چه خبر خوبین شیطونا. و نمیتونم حذف کنم همچین ادبیاتی از مهدی همدوند. و اینکه لوکیشن رو زده زمین، یعنی زمین کجاش هر جاش مهم نیست، یه جوری هم عکس گرفته انگار فیلمه، یعنی انگار منتظر مثلا وقتی آدم عکس میگیره یه جستی میگیره دیگه، درسته؟ این یه جوری عکس گرفته که مثلا حس کرده فیلمه، منتظر بودن بهش بگن که یک دوسته ولی نگفتن و ازش گرفتن، ولی احتمالا صدفیه دیگه. میریم سراغ صدام که میزنی اسمم چقدر قشنگتره. خب میایم پایین تر، تبلیغ کنسرتشه، به امید خدا 25 تیر ماه تهران تمدید شد، احتمالا آخرین کنسرت تهران قبل از محرم و سفر باشه. 25 تیر ماه امروز چندم؟ امروز 7 مرداد، یعنی تا 7 مرداد میتونستی کنسرت داشته باشی ستون. حالا اینکه یه 10 روز 15 روز قبلش کنسرت ها رو تموم کردی هم حرفیه، مهم نیستی، اوکیه. و اینکه بیاین پایین تر، 3 روزی میبینم ایتون تهران. یه نکته ای که همین الان بذار من رد نشم از این، بذار من یادم نره اینو، این که نگاه کنین از پست دوم لباس رو داشته باشین، پیرهن سفید، اوکی. میبینیم پایین تر، کنسرت پیرهن سفید، شلوار سفید توسی این طورا. میبینیم پایین تر، این که حالا تبلیغ اینجا چی داریم؟ آفرین، اینم همون کنسرت هست البته، اینم همونه. میبینیم پایین تر، ویدیو ساحل رو داریم و چی میبینیم؟ آفرین، بازم همون پیراهن و ببینم شهردارش مشخصه توی این ویدیو. همه چی آرامه، تو نباشی فشارمه. شلوارش هم آفرین، توسی روشن، اوکی. تا اینجا اینم که جدید آهنگ بهش نمیخوره آدم شوخ طبعی باشه، اما توی پستاش اینو نشون میده. و اینجا چی داریم؟
بازم عکس داری، کاش یه جوری میشد با هم بسازن کبوتر و باز. این واسه آهنگ ساحل که نیست، فکر کنم واسه الهه ناز باشه. کبوتر و باز الهه ناز هم میخورن. آره واسه همونه. و چی داریم اینجا؟ آفرین، پیراهن، شلوار و کفش سفید. کفشش هم بزنیم همون همونی که تو کنسرته، اینجا مشخص نمیشه بالاتر. آفرین، کفشش سفیده. دقت کردین؟ پاشو آورد بالا، من یه نسته دیدم. برو عقب، برو عقب. آها دیده شد، حسن دیده شد. این پایین تر یعنی بزرگوار از نکن ساحل رو داریم. پایین تر باز ببینیم آهنگی هستش، الهه نازم با همین استایله، یعنی عوض نکرده. پیراهن، شلوار، اون کتم احتمالاً روی همین شلوار است، کت شلواره و اصلا من حرفی ندارم. برگام این داره حرف میزنه. اونی کاش با من بلند پرواز، کاش یه جوری میشد. باور کن من اول دیدم فکر کردم که این عکسه، چرا هیچ تکونی نمیخوری؟ یعنی مثلا فکر کنم الان دارم ویدیو میگیرم، بچه ها فوش گذاشتین که من اگر تکون بخورم، و من نمیتونم تکون بخورم، همینجوری دارم حرف میزنم اما نکن سرم تکون نمیخوره، هیچ حسی تو صورتم نیست. این میشه این مثلا ویدیو مهدی اعظم با تکون بخوری اینجوری اینجوری راحت باش. چرا واقعا این من واقعا فکر کردم عکسه. نکن این که ویدیوه با این چه فرقی داره؟ جفتش اصلا ثابته. یکم عکس بیار تو صورتت. یه دونه دیگه داریم ببینیم این بالا. آها اینجام باز یه حالت همونه. هیچ به آخر ما سرامون امروز که هر جوری گذاشتم. مجبوری میوت کنیم که مهدی اعظم و مهدی کرد کپیرایت نزنن برامون. الهه ناز به زودی انشالله به یاری بندگان خدا پروردگار که مجوزش رو صادر کرد همون شبی که خودش ساخت و افتخار اجراش رو به من داد. چه تیکه ای انداخته به وزارت ارشاد بندگان خدا. و نگاه کن اینم اجرای زنده است. نگاه کن منو میارم اینجام باز تکون نمیخوره، همجی سیخ وای میسته. بابا یه عکسی داشته باش، یه حسی تو صورتت نشون بده حداقل. چرا اینقدر پوکر فیس؟ میه پایین تر، قدم 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 قدم، بازم همون پیراهن. ببین چه میکنه این بازی کن که مال من باشی یا نه، نری بدی یه کاری دستم. یعنی کاوراش بیشترین وقت موزیک رو فکر میکنم برای کاوراش میذاره. یه عکس، یعنی یه سری عکس، یه آلبوم عکس رفته، یه بار عکاسی گرفته با یه لباس و همونو مثلا هر ترکی که میاد زنگ میزنن. کاور آرت هم نداره فکر کنم، نمیدونم با گوشی با هر چی نقشه میکنم، ولی میگه که اسم موزیکو بزن روش بده بره تموم شه، اصلا این چیزا اهمیتی نداره. یه ذره رو کاور اهمیت به دلام سب وقت بذار. و همین این رو میبینی الان، این کاور قدم قدمه. میایم پایین تر، یه لانگ شات ازش داریم و چطور این شیطونا، این چطور این شیطونا بالاتر هم گفته بود حس میکنم. و همون استایل، همون پیراهن، همون شلوار و همون کفش. یعنی البته اینجا فکر میکنم چیز باشه، آره ستمنه، یعنی یه دست لباس از ستمن گرفته و همونو همه جا استفاده میکنه. خدایا بسته دیگه. میان پایین تر، تولد 30 سالگیشه، 100 سال زمان کمیه برای زندگی کنار شما، عمر همگی طولانی و پربار. مهدی هم از من شوگر دادی بابا، چرا 30 سالت ستون؟ 30 سال که دیگه شوگر دادی نمیشه، نکن این کارو با ما. بیاییم پایین تر بذار تو این تولدش ببینیم که کامنت ها چی هن. اکثر کامنت ها برای دختر هاست. من که هنوز باور نمی کنم 30 سالت شده. شوگر دادی چی میگه؟ تولدت مبارک. چرا آخه شوگر دادی؟ شیطونا ببین شوگر دادی من شما این بده. انسان فقط یک بار نه لایک میکنه نه کامنت میذاره. چیزی که ما از کامنت داریم میبینیم، یعنی نه لایک میکنه کامنت ها رو نه ریپلای میده. یه پست تولدش مهمتر که نیست. آخه ای بهمنی کم حرفه، ده هفتادی بذارینم اینو جوابشو بازم نداده.
ریپلای بدی داشت. بریم پایین تر. مبارک ولی هیچی نداره. فکر میکردم سنتون بیشتر باشه. آقا من سال پیش آهنگتون گوش میدادم، از ده سال پیش آهنگ گوش ربطی داره. خب جواب نداده، پس کامنت ها رو مشارکت نمی کنه بزرگوار. و اینجا نمیشه که نمیشه که از عشق مغازه چی؟ نمیشه که عشق از مغازه خرید. و یه چیزی توی کنسرت هاش دقت کنی، یعنی مثلا اینجا یه کنسرت بود میم بالاتر، یا اینجا مثلا حالا استادیوم آزادی، باز بالاتر میایم تو کنسرتاش عینک میزنه. چرا عینک میزنی ستون؟ یعنی ارتباط چشمی با مخاطب چیه؟ چی حساب میکنی اینو؟ بعد یه ارتباط چشمی داشته باشین دیگه. و اگه بخواییم بگیم که مثلا نه به خاطر نورپردازی سالونه، به خاطر چه میدونم فلک زدن مخاطباس مردمه، نه خب اونجوری اصلا توی سالن کنسرت کسی جرأت نداره فلش بزنه. شما فلش بزن ببین همون مأمور سالن لیزر میکنه تو چشت یا نه، مگر مثلا سر یه آهنگای خاصی که خودش هماهنگه مثلا میگه که بزنید فلش بزنید، ولی اینجوری نه. این درست نیست واقعا آقای احمد ون که توی آخه کنسرت. من اینو درک نمی کنم. اینجا هم که بریم پایین تر دوباره سر همون داستان خودمون، کجا بودیم؟ اینجا بودیم؟ نه خیلی اومدیم پایین آقا، خیلی لباس مشکی داشت. آها اینجا بود، عزیزامو داشت میداد، 30 سالگی کنسرت عزیزام که یه ویدیو کنسرتی برای ساخته بودن. بشنویم. آرامش از من رو بوده، احساسم از عمق وجوده، لوگوی مهدی کردمون بغل خورده. آخه چرا؟ آماده این؟ آره آماده ایم. عشق نرسیدنش هم زیباست میکنم چیزه میگم همونه. بخون. یکی از نظرم موندگارترین و نوستالژی ترین ترک های دهه 90 فکر میکنم بهش گفت عشق اوله، که دهه 90 نیست دهه 80، اواخر دهه 80 فکر میکنم منتشر شده بود و هنوزم که هنوزه این ترک قشنگه. خدایی میم پایین تر عزیزم. خیلی بی انرژی، انگار مثلا از خواب پا شده اینجا. چرا؟ پایین تر میایم. تا دیدم فهمیدم یا وا چرا پلی نمیشی؟ اینجا باز عینک زده. بچه حالا من کنسرت احمد ون نرفتم تا حالا، شما رفتین با حاله خوش میگذره، خدایی بدونه تعریف و تمجید بگین، حس واقعیتون رو بگین. اینجا هم باز یه دونه داریم که چقدر اینجا این پست شبیه یه پست دیگه شه که بالاتر بود. این مثلا تاریخش که 20 دسامبر 2021، میایم بالاتر شبیه اینه. الهه ناز از اون یکی چی بود؟ اینم این دنیا منو بیر با تو شنو کرد. جفت ویدیو رو تو یه روز گرفتم اما توی دو تاریخ مختلف پخش کرده. اوکی میم پایین تر. یه نیم نگاه کن، آتیش بپا کن. آجرای جلو در خونه دلمو شکستی سرشن. این الان داره مثلا یکم صورت رو تکون میده اما صورت بازم پوکر فیسه، یعنی سر رو تکون میده صورت بازم پوکر فیسه. یکم چرا نمیفهمم. نه پایین تر. تعبیر شاید آهنگ قشنگی بود. بدون من مهربون من و بدون تو انقدر دلم تنگه کی به سینه زد جز من. و ساعت زمان، ماشین زمان قبل از تعبیر بود.
اینجا باز تو ماشینه. کلان دو دست لباس ما داریم میبینیم توی کل پستاش، یکی این پولیور میگن، پولیوری که روی بازم اون پیرن سفیده هستش اینجا پوشیده، و میگم پنیتر نکن بازم همین تکرار شده، یعنی تاریخ ها فرق میکنه ولی همون پوشیده. اینجا آفرین یه لباس جدید میپوشیم که مناسب کنسپت نیست. الان میخوایم بیان بگیم که نه، مهدی مثلا خودمونی مردم داره، ولی نه این اصلا توجیه قشنگی نیست، چون اون نماینده یه قشر خیلی زیادی از مردمه. خودشهر با پوشیده خب مسلمان خیلی پوشیدتر میشه، نه اینکه مثلا اینجا یه هودی انگار پوشیده و آواز قو رو داریم اینجا. حضور تو بنده مو بود چه آهنگایی داد، ولی دمشقی هم خدایی مهدی آزان جز کسایی بود، حالا شوخی میکنیم انتقاد میکنیم ازش، ولی جز کسایی بود که تو دوران کرونا خیلی پرکار بود و بابت این پرکاریش اصلا پرچمش بالاست، یعنی توی دوره‌ای که خیلی هیچ کاری نکردن مهدی آزان از همیشه پرکارتر بود. توصیه کرونایی کرد اینجا نکن، باز یه جوری عکس گرفته که انگار دارن ازش فیلم میگیرن با مهدی کرد، تولد مهدی کرده. میریم پایین تر، من کنار تو آتیشم، مرسی. دو ثانیه کلن ویدیو گذاشته، نکن اینجا شبه خوصم خوش تیپه با حاله خودچلوار. خب این عکس ها، یعنی این حالا چقدر پستاش زیاده، الان 17 دقیقه گذاشته و ما هنوز تو پستاشیم. خدایا بیاین یه دونه دونه نریم، یه بار عکس خالی رو پست کرده، یه بار با مثلا یه تایپوگرافی ساده سلام. میریم پایین تر، اینجا باز تو ماشینه، اینجا از خواب پا شده عزیزم باز. آها ماشین زمان اینجاست، ماشین زمان این همون لباسی که من کلی سوژه ازش رو بردم، یعنی یه طرفش آبی یه طرفش قهوه‌ای و هیچ ربطی به همدیگه ندارن. اون نمیدونم چی اسمه، شب با یه نور شب چی اسمش؟ ماسک میشه؟ نمیدونم اسمش چیه که گذاشته بود اول صورتش، اون واسه خیلی چیز گنگی اصلا ربطی به این نداشت. تولد 29 سالگیش رو فکر میکنم 30 سالگیش هم دیدیم با همون تیشرته که تیزر ماشین زمان رو گرفته کنسرت هم رفته. بابا این لباس واقعا تو مقوله لباس خیلی ضعیفه، یعنی یه طراح لباس شخصی باید داشته باشه مهدی آزمون به نظر من. من سر این قضیه قبلا فحش خوردم میدونم، ولی انتقاد دیگه. این چیه؟ با قاز اردک عکس گرفته، یلدات مبارک خیلی مرتبط اوکیه. این پایین تر، این چیه؟ این کیورد رو 100 هزار تومن خریدم 10 سال پیش، 10 سال ازش استفاده کردم، الان میتونم حدود 3 میلیون یعنی حدود 30 برابر قیمت خرید بفروشم. زیبا نیست؟ خیلی زیباست. ایول میریم پایین تر، تولد 28 سالگیش، کیک 28 سالگیش با کیک 29 سالگیش همونه، فقط رنگش عوض شده. بیم پایین تر دیگه، 2019 رفتیم باز پایین تر، 27 سالگی هم باز همونه، کلن کیک دو طبقه میپسنده رنگش عوض میشه. نمیشتیم پایین تر پایین تر، چیه این؟ مهدی احمدوند دیوار، دیوار چه ترک خوبی بود، روش کنم. یه ترک هم داشت در به در فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، آره در به در. منو انکار نکن، نرو با من این کارو نکن، کار دل عاشقیه دل منو بی... این هم من خیلی دوست داشتم یه زمانی. و میریم پایین تر دیگه، میخوام چون پستاش واقعا خیلی زیاده میخوام جمع کنم پستاشو. این کیه؟ پدرشه. و آلبوم ساعت 7 2017 منتشر شد، 2017 الان 2022 ایم، دو سال از این ورسه سال از اون، 5 سال پیش حس میکردم بیشتر، یعنی دیرتر باشه.
ولی به حال آلبوم ساعت یادت گفتن جزء آلبومای خیلی خوبی بود انصافا. دیگه اینجا فقط عکس داره، چقدر نکن قیافش متفاوت بود با الان. عینک هم نمیزن الان، یاد گرفته واسه همه چی عینک میزن. آخه تو سالن چرا باید عینک بزنی؟ خب خیلی واقعا پیجش چیز بود. بریم توی تگاش ببینیم توی تگاش چه خبره. این چی رب تو داره؟ چرا؟ چه ربطی به سریال چیز داره؟ اینجا چه؟ آها احمد بن گرافی. فن پیجاشو لایک نکرده. بیم پایین تر توی فن پیجاش اتفاق خاصی نیفتاده و بریم ببینیم فالوینگاش کیا هستن. اینقدر کم گالوانیزه پایه چرا گلخانه نیوا شعبان نژاد اوکی فیروزی دکتر میر جعفر جبرئیل موسوی چی اینا فرزاد مجیدی حسین علی طیبی بهمن بابازاده کیارش واقعا اصلا هیچ حامد همایون رو مثلا فالو داره اما بقیه مثلا ساید سوهیدی محسن رجب‌پور بیشتر فالوینگاش ورزشی هن تا موزیکی. محسن ابراهیم‌زاده حسن ریوندی مهدی کرد سردار آزمون بیشتر میبینین فوتبالیست ها و چیزای ورزشی. این گالوانیزه چیه من نمیدونم، خیلی عجیبه. و دو تا هشتگ هم هستش، هشتگ های اسمشو فالو داره و این بده که هیچ کدوم از فن پیجاش رو فالو نداره. این به نظر من خیلی نکته آزاردهنده ایه و همین دیگه، چیز خاصی فکر نمی کنم داشته باشه. پس من یادم یه فن پیج داشت عشق اولی یه همچین چیزی، این پایین تر من یادم این تک می کرد قبلن عشق اولی آرمی. خب این الان پیج بسته شده، کلن 2500 تا فالوور داره و فکر نمی کنم یه فن پیج رسمی باشه. فن پیج رسمی احتمالاً یه دونه داره، فن پیج مهدی ادوان ویدیو من یادمه، اما اینجا حالا فالو نکرده بود خیلی بده. دمتون گرم. این بود از یه فکر نمی کنم چیزی داشته باشه. آها بذارینم که اکانتشو کی ساخته؟ دوبار اسم اکانتشو عوض کرده. ببین چی پیدا کردم. اکانتشو 2014 ساخته اما اولین پستشو که ما دیدیم برای 2016-2017 بود که آلبوم ساعت هفتشو گذاشته بود. اسمشو دوبار عوض کرده که نمیذاره اینجا. نمیذاره. نشون نمیده. ولی اسمشو دوبار عوض کرد. این بعد. دمتون گرم، مرسی که تا آخر نگاه کردیم، امیدوارم لذت برده باشین. اگر شوخی کردیم انتقادی کردیم امیدوارم ناراحت نشده باشین، برنامه شوخی دیگه کلا اسمش فانه. خیلی چاکریم. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنارش فراموش نشه، لایک کامنت قربان شما مستر چک.